سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان چینل HN TV. در این ویدیو میخواهم صحبت های دکتر صاحب نجیبه غلامی را با شما شریک سازم. سلام عرض میکنم، من دکتر نجیب غلامی هستم، از مشهد با شما صحبت میکنم. دوستا کسی هست که جواب بده؟ خب دوباره معرفی میکنم خودم، من دکتر نجیب غلامی هستم، از مشهد در خدمت شما هستم. با طرح من هم یک پزشک هستم که شروعش خودم امشب زدم یا استارتشم، و از طریق این صفحه پیج مدافعین خط مقدم سلامت. خب من یک کمیته را رو انداختم، کمیته دکتران رضاکار که در سطح افغانستان حاضر باشن به صورت رضاکارانه برای مردم ما خدمت بکنن و در این بحران مردم ما را یاری برسانم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم، و همچنین ما یک گروه مبارزه با کرونا را راه انداختیم و یک کمپاین با مبارزه با کرونا که تحت نظارت همین گروه مبارزه با کرونا هست. خب میخوایم برای مردم خود فعالیت بکنیم و اطلاع رسانی و آگاهی دهی بدیم. هر شب ساعت 9 ما از این صفحه یک دکتر میای برای شما مردم عزیز، در خانه های شما به صورت زنده برای شما مشاوره میده و اطلاع رسانی میکنه. هر سوالی که داشته باشید ما در خدمت شما هستیم. درباره ویروس کرونا هر شب یک دکتر درباره یک موضوع که قبلا هماهنگی میشه برای شما میای صحبت میکنه، و هر کدام شما یک رسانه هستین، هم برای خانواده خود و هم برای همسایه های خود که اطلاع بدین. خب چون همه از فیسبوک استفاده میکنن، ما ای را نزدیکترین راه و بهترین راه دانستیم. خب من صحبت های خود شروع میکنم درباره کرونا ویروس. خب همه میدانیم که کرونا ویروس یک قوقای برپا کرده در همه جهان و تقریبا خیلی از کشورها در مقابلش عاجز شده. من که و مرگومیر زیادی را هم دادم. من که در ایران کار میکنم به مدت 1.5 ماه، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت مریضا هستم. مریض زیادی رو در اوایل داشتیم و هر روز شیوعی از بیماری با توجه به اینکه اطلاع رسانی کم بود و یک مریضی جدید بود و مردم نمیدانستن چطور با این مریضی برخورد کنن، هم پروتکل ها زیاد مشخص نبود. خب مرگومیر زیادی رو داده و مریض زیادی رو هم داشتیم، و خدا رو شکر اوضاع بهتر شده و تقریبا تانستیم که اوضاع رو به کنترل بیاریم و در یک حد ثابتی ما رسیدیم که ما هر روزه یک تعداد ثابتی از مریضا را داریم، و در حالی که قبلا خیلی بیشتر بوده. با طرحهایی که وزارت صحت عامه در اینجا وزارت صحت عامه ایران راه انداخته. خب درباره کرونا ویروس بگم. خب ویروس کرونا مثل سایر ویروس های دیگه که از خانواده ویروس های تاج دار هست، بس که از اسمش معلومه، کرونا یعنی تاج، به وسیله همین تاج های خود میتونه به سطوح و وسایل ما بچسبه. از این خانواده کرونا ویروس ما سارس و مرس را هم داریم که میتونن آنفولانزا را بعد از در اطفال خیلی زیاد ایجاد بکنه، علائم آنفولانزا را. ولی خب کرونا یک بیماری، یک ویروس جدید از این خانواده هسته که هم قدرت از این زیاد هسته و هم سرعت انتشار از این زیاد هسته. خب این معلومات ابتدایی که فکر کنم در سطح مردم عامه باشه، همه قدر برایش ما کفایت بکنم. خب علائمش چی؟ علائم از این که ما بفهمیم که ما به کرونا مبتلا شدیم. خب علائم از این میتونه یک تب باشه، تب از این میتونه یک تب خیلی بالا باشه و میتونه یک تب خیلی خفیف باشه. خیلی از مریض های ما بوده که حتی تب هم نداشته، ولی در 90% ما مریض ما تب داریم. حالا تب بالا یا تب پایین. علامت دیگه از سرفه هست. سرفه ها معمولا سرفه های خشک هست.
در اوایل که بعد سرفه ها به تدریج میتونه سرفه های خلدار هم بشه، یعنی اول خشک و بعد خلدار با توجه به اینکه عفونت ریه یا عفونت شش ها ایجاد بکنن. خب علامت دیگه از او میتونه تنگی نفس باشه یا کوتاهی نفس باشه که فرد وقتی کارهای خود انجام میده نفس کم بیاره، اینطور نیست که نتونه نفس بکشه، وقتی کارهای خود انجام میده زود خسته میشه و نفس کم میاره، یک علامت میتونه باشه، یعنی shortness of breathing. و علامت دیگه میالجی هست یا بدن درد و علامت ضعف و بیحالی که به صورت عمومی ما مریضا رو داریم که خیلی بیحال هستن و میالجی یا بدن دردی دارن، در این حد که حتی مریضا دست و پایشان در تختی که تخت بستریشان میکوبیدن و در این حد درد دارن، چون با توجه به اینکه استخوان ها سلول ها یا حجرات دفاعی بدن را تهیه میکنه یا تولید میکنه در مقابل از این ویروس و استخوان ها به قول ضعیف میشه به اصطلاح عامه، از خاطر استخوان ها درد میگیره و فرد یک درد شدید در استخوان های خود احساس میکنه. خب ما علائم دیگه هم داشتیم، علائم جهاز هاضمه نظیر تهوع، استفراغ و حتی مریضایی داشتیم که اسهال داشتن. به مرور این کرونا ویروس میتونه علائم مغزی هم ایجاد بکنه، علائم قلبی هم میتونه ایجاد بکنه وقتی پیشرفته تر شوه. و علائمی داریم، علائم کلیه یا گرده که بیمارانی رو ما داشتیم با درد پهلو همراه با تب و سوزش ادرار. خب اینا میتونه علائمی از او باشن. خب دوستای عزیز، چه کسایی بیشتر استعداد داره که به این بیماری مبتلا شوه؟ خب ما باید خدمت شما عرض بکنم که همه افراد جامعه به ویروس کرونا میتونن مبتلا شوند، از طفل خرد تا افراد مسن. و این عقیده اشتباه هست که بعضی ها میگن فقط افراد مسن مبتلا میشه و جوان ها مبتلا نمیشه. نه، ما همه مبتلا میشه، اما افرادی که استعداد از اونا در مقابل از این ویروس بیشتر هسته یا بیشتر میتونه مبتلا بشه، افرادی هست که بیماری قند داشته باشه، افرادی هست که بیماری فشار خون داشته باشه، HIV یا ایدز داشته باشه، افرادی هست که چاق باشه یا BMI بالا داشته باشه، افرادی هست که سرطان داشته باشه، افرادی هست که شیمی درمانی یا کموتراپی میشه، افرادی هست که داروی کورتون مثل پریدنازولون مصرف میکنه، همچنین افرادی که یک زمینه تنفسی دارن، مثلا از قبل تنگی نفس، آسم یا COPD داشته باشن، این افراد بیشتر در معرض خطر هسته، در معرض از اینکه به کرونا ویروس مبتلا بشن و حتی احتمال ای که ما اونا رو از دست بدیم بیشتر هسته. پس بر ما هست که و همچنان خانم های حامله هم میتونه در خطر باشه و خانم ها و آقایانی که مسن هست، اینا بیشتر در معرض خطر هست. پس اگر ماها در خانه پدر و مادری داریم که سنشان زیاد هست یا پدر و مادری داریم که فشار خون داره یا قند خون داره، ما باید بیشتر محتاط باشیم، بیشتر احتیاط بکنیم و رفت و آمدهای خود را محدود بکنیم، بهداشت خود را رعایت بکنیم. خب این افرادی بودند که گروه استعدادپذیر بودند. ما در شفاخانه اطفالی داریم که مخصوص کرونا هست، اطفالی را داریم که در خانه از اعضای خانواده گرفتن یا در کوچه و بازار بودن و با افراد مبتلا یا با افراد ناقل در تماس بودن و مبتلا شدن، و همچنین جوانانی را داریم که با تنگی نفس شدید با حال عمومی بد در بیمارستان بستری میشن و حتی در ICU بستری میشن. پس این عقیده را و این فکر از ذهن خود دور بکنید که جوانان مبتلا نمیشن. مبتلا میشن، اما گروه استعدادپذیر بیشتر مبتلا میشن و اونا بیشتر در خطر هستند. مریض های ما از سن 20 به بالا، 20-25 به بالا بیشتر هست، کسایی که بیشتر تحت مراقبت هست و ما اونا رو حتی از دست میدیم. خب علایه میشه برای شما گفتم و ای که چطور ما میتونیم مبتلا شویم. دوستای عزیز، شما هم تبلیغاتی که میشه، ابلاغیه ها و فیلم هایی که انتشار پیدا میکنه حتما میدنین. یک راهی از او از طریق تماس نزدیک یا تماسی که با یک مریضی باشه که او علامت داشته باشه و ما از نزدیک با او در تماس باشیم، یک مریضی که سرفه میکنه و ما از نزدیک با او در تماس هستیم.
قطرات تنفسی مریضی باشه که حالا مبتلا باشه یا نباشه، سرفه بکنه در هوا یا هر روی سطوح، ما از این طریق میتونیم مبتلا بشیم، از طریق سطوح آلوده و از طریق دستهای آلوده که به سطوح آلوده خورده باشه. و دوستای عزیز چند تا مقاله هم داریم که گفتن از طریق اورال فکال یا از طریق دهانی مدفوعی هم انتقال پیدا میکنه، یعنی مریضی که کسی باشه که مبتلا باشه و ویروس دفع میکنه میتونه موقعی که از توالت میای بیرون دستای خود نشوره و بزنه به سطوح. پس در نتیجه باید در بهداشت دست بازم رعایت بکنیم، پس از طریق اورال فکال یا میتونم دوباره همو ویروس با دستای ناشسته دست خود به دهان خود بزنم و از طریق هم مبتلا بشه. خب مقالاتی داریم در زمینه ای که این ویروس امکان داره انتقال ایربورن داشته باشه یا انتقال از طریق هوا. خب البته سازمان جهانی بهداشت هنوز تایید نکرده که همه ماسک بپوشه، شاید به خاطر ای باشه که نخواسته ماسک در همه جا گران بکنه یا خواسته باشه که وضعیت حال عمومی را درک بکنه، ولی با توجه به انتقال سریع از این ویروس امکانی از اینکه این ویروس از طریق هوا انتقال بکنه هیچ وقت ما نمیتونیم این مسئله را رد بکنیم و اینکه ویروس در هوا تا 1 ساعت 1.5 ساعت میتونه بمانه، باز هم پس ترجیحاً احتیاط بکنیم که در بیرون ماسک بپوشیم. خب در قسمت ای که از طریق آروسل هم انتقال میکنن، کسایی که در شفاخانه هستن کار میکنن، دکتر سایبای ما مریضا رو انتباسیون میکنن، پرستارا و نرسای ما یا همکارایی که با مریض هستن، اینا اگر با مریض در هنگام سی پی آر در هنگام انتوبیشن مریض باشن، اینا هم میتونن از طریق آروسل مبتلا بشن. پس حتما حداقل ماسک N95 رو برای پزشکان و پرستاران توصیه میکنیم. دوستای عزیز بقیه مردم میتونن ماسک های ساده بپوشن. خب این راه های انتقالش بود. خب برای از اینکه ما چطور کاری بکنیم که ما جلوگیری بکنیم از شیوع انتقال از این ویروس و اینکه چطور ما مبتلا نشویم، خب برای جلوگیری از این ویروس خب من راه های انتقال رو برای شما گفتم. ما دقیقا همون راه هایی که باعث انتقال ویروس میشه اونا رو ما انجام نمیدیم، یعنی ارتباط نزدیک برقرار نمی کنیم با کسی، با دوستی ما که سرفه می کنه ما ارتباط نزدیک برقرار نمی کنیم و حتی به او توصیه می کنیم که تو دوست عزیز دستمال جلوی دهن خودت بگیر، یا اگر دستمال نداری می تانی از قسمت آرنج و بازو استفاده کنی هنگام عطسه یا سرفه. چشم، حتما به سوال شما پاسخ میدم. خب پس راه نزدیک هست دوستای عزیز و ای که قطرات تنفسی که باید دستمال استفاده کنیم و او دستمال باز در جیب خود نندازیم یا در کیف خود نمانیم، او دستمال کاملا بگیریم در داخل سطل زباله بندازیم و او سطل زباله هم سرش باز نباشه، ترجیحاً یک سطل زباله یا سطل آشغالی باشه که همه آشغالای آلوده در اون انداخته میشه مثل ماسک و دستکش و این مسائل دیگه. خب این راه ارتباط نزدیک بود. فاصله خود در حد 1.5 تا 2 متر از افراد رعایت بکنیم، وسایل شخصی خود ضد عفونی بکنیم با الکل و هم دستای خود بوشیم که حداقل 20 ثانیه طول بکشه با آب و صابون. اگر آب و صابون در اختیار ما نبود میتونیم از الکلی که حداقل پایه 60% یا 70% داشته باشه میتونیم از الکل استفاده بکنیم و اما آب و صابون و مایع دستشویی در همه جا در دسترس هست. خب و ای که در قسمت ماسک هم که برای شما گفتم، سوتو هم که ضد عفونی کردنش رو گفتم، دوستای عزیز یک نکته که هست در مورد نان برای شما بگم. نان خیلی منبع آلودگی هست و وقتی نان هم میخرین باید قبل از استفاده نان گرم بکنین و حتی میوه های خشکی که میخرین، حتی میوه‌جاتی که میخرین، سبزیجاتی که میخرین باید اونا رو زود استفاده نکنین و اونا رو کاملا با اول با مایه ظرفشویی 1 تا 2 قطره میگذارین به مدت 3 تا 5 دقیقه سبزی ها را و میوه ها را و بعد از اون دوباره آبکش میکنین و استفاده میکنین و هم میوه های خشک را حتی میتونین داغ بکنین در یک ظرفی که یک مقدار آب بریزین و حرارت بدین تا خوب داغ شود و بعد استفاده بکنین، یعنی خشک بکنین سرد بشه استفاده بکنین و حتی میوه های پوست داره که میتونین یک مقدار وایتکس استفاده بکنین همراه با یک مقدار مایع ظرفشویی و به مدت 1 دقیقه بگذارین و بعد از دوباره کاملا خوب آبکش بکنین و استفاده بکنین.
خب دیگه خب سوالای دوستا من جواب میدم. خب دوست ما پرسیدن که کرونا تمام شده یا نه به ایران. خب تمام که تمام نشده، ولی ما شرایط ما خیلی بهتر شده با توجه به اینکه فعلا مردم ایران تقریبا قرنطینه را رعایت میکنن و خود شما میدانین که قرنطینه بهترین راهکار. دوست عزیز، ما نه شفاخانه‌ای با او امکانات داریم که از مریضای ما، از افراد مسن ما بخوایم محافظت کنه یا مراقبت داشته باشه، نه او امکانات داریم و نه که او جای داریم. او شفاخانه های مناسب و لازم و تخت های به میزان لازم را هم نداریم. پس بهترین کاریه که ما خود ما به حال خود خو رحم بکنیم و به حال خانواده خو و به حال اطرافیان خو رحم بکنیم. دوستای عزیز، خب این مسئله یک سوال پرسن که آیا به مهاجری رسیدگی میشه یا نه. خب ما در اون جایی که کار میکنیم و تقریبا سنتر مشهد هست برای کرونا، مریضی که میای ما همه رو معاینه میکنیم و اگر نیاز باشه بستری میشه بستری میشه و ما هیچ وقت نپرسیم که آیا تو که مریضی، تو مثلا افغان هستی یا تو عرب هستی و ما تو رو مثلا معاینه نمیکنیم یا بستری نمیکنیم. بستری میشن حتما، ولی خب توجه داشته باشین که فعلا ما هم خدا رو شکر بهتر شدیم، ولی قبل از این ما شرایط خیلی بدتری داشتیم که حتی برای مریضا جایی نداشتیم و تقریبا اکثر شفاخانه ها رو ما برای کرونا اختصاص دادیم. خب در قسمت ایمنی دوست ما پرسیدن آیا کسی که مبتلا بشه دوباره میتونه مبتلا شوه یا نه. سوال خوبی پرسیدین دوست عزیز و من شما رو درک میکنم بابت از این سوال شما. خب همه ما نگران هستیم که آیا اگر یک بار ما این ویروس گرفتیم دوباره میگیریم یا نه. خب من باید برای شما عرض بکنم که ایمنی ویروس یا همو سیستم ایمنی ما دفاعی که نشان میده یک دفاع کاملا تدریجی هستن و طوری نیست که ما بخوایم در طی 2 تا 4 روز که ویروس وقتی ما از یک فرد گرفتیم طی 2 تا 14 روز ما علامت نداریم و امکان داره طی 2 تا 14 روز ما علامت دار شویم و فکر کنیم که وقتی ما علامت دار شدیم و 14 روز قرنطینه بودیم بعد بدن ما ایمن شده. ای برداشتم با خودتان نداشته باشین دوستای عزیز. بعد از 14 روز قرنطینه از فردی که علامت دار هسته این فرد دوباره میتونه ناقل باشه چون ویروس دفع میکنه در مدفوع و مقالاتی را اثبات کردن، مقالات علمی. پس بعد از 14 روز قرنطینه و بهبودی دوباره باید احتیاطات بکنه، ماسک بزنه، دستای خود بشویه و این موارد دیگه. و هم که ایمنی از این ویروس تدریجی هسته، کلا ایمنی ویروس ها تدریجی هسته. ایمنی از این میتونه موقت باشه به صورت چند سال یا میتونه ایمنی دایمی دوستای عزیز. ما معذرت میخوایم بابت از اینکه ویدیوی ما قطع شد. اگر هستین و تصویر بردارین که جواب بدین. خب دوستای عزیز، در مورد ایمنی ویروس پرسیده بودم. من باید در باره ایمنی ویروس باید برای شما بگم که البته متاسفانه من سوالا رو هم اینجا از دست دادم. درباره ایمنی ویروس گفتم ایمنیش تدریجی هست، میتونه ایمنی موقت یا چند سال ایجاد بکنه یا ایمنی دائمی ایجاد بکنه. درباره از این ویروس هنوز چون یک بیماری کاملا جدید هست و کشور چین اولین کشوری بوده که درگیر شده، 1-2 ماه بیشتر نمیگذره. پس در نتیجه تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه ایمنی از این ویروس صورت نگرفته و همین که ما مریضایی را حتی داشتیم که بعد از اینکه مبتلا به این بیماری شدن دوباره ویروس کرونا رو گرفتن. پس میشه کسی که، یعنی احتمالش هست کسی که این ویروس گرفته دوباره به این ویروس مبتلا شود. خب من متاسفانه بقیه سوالا رو از دست دادم. اگه دوستا سوالی دارن میتونن مطرح بکنن. خب در مورد مادران حامله نظر دادن. خب خانم های حامله را ما باید خیلی احتیاط داشته باشیم. خب خانم های حامله تقریبا ریسکشان از سایر افراد یکم بیشترتر هست و ما اینجا خانم های حامله ای را داشتیم که مبتلا به ویروس کرونا بودن، ولی ای که این ویروس از طریق مادر به فرزند انتقال بکنه هنوز اثبات نشده و هنوز تحقیق علمی وجود نداره، یا ما ندیدیم در مریض هایی که فرزندش هم به این ویروس مبتلا شده باشه. خب
خب دوست ما گفتن درباره کمپاین بیشتر معلومات بدین. خب دوست عزیز، درباره کمپاین ما باید برای شما بگم که خب ما یک کمپاین دکتران رضاکار راه انداختیم، از اینجا که من از راه دور انگار پیش میبرم و در هر شهر ما برای خود خو تازه شروع کردیم و با دست خالی و نیاز به کمک هم داریم از کسایی که توانایی زیر دارن که کمک بکنن برای از این کمپاین ما. و گفتم در شهرهای مختلف ما نماینده داریم، برای کابل نماینده، برای هرات همونطور نماینده که یک دکتر هسته و ما برنامه هایی داریم مثل برنامه پایگاه تلفنی که ما قرار است را بندازیم و میخوایم در هر منطقه ما یک پایگاه تلفنی داشته باشیم که یک دکتر اونجا باشه و بخواه از مریض به مریضا زنگ بزنه یا مریضا به اونا زنگ بزنه و علائم خود بگه که اگر قابل نگران بود علائمشان که حتما در مرکز کرونا مراجعه کنه و اگر علائمشان قابل نگرانی نبود در منزل باشن و توصیه های لازم از لحاظ طبی و صحی برای از اونا داده بشه و هم آموزش های لازم به صورت تلفنی که هم نگرانی مردم ما کم بشه و هم ترس مردم ما کمتر بشه و هم ما کار بیتانیم که مردم ما در خانه بمانن و از حضور از اونا در اجتماعات کم بشه و حضور از اونا در مکانهای صحی و مکانهای کرونا کم بشن. خب کسی دیگه سوال داره؟ خب پس دوستای عزیز، من فقط علائم از ویروس برای شما گفتم و راه های انتقال از اونا و ای که چه کسای استعداد از اونا داره که به این ویروس مبتلا شود، چه کسای بیشتر مستعد هست. خب بلند رفتن دمای حرارت. خب این ویروس تا منفی 60 درجه گفتن که میتونه زنده بمانه، حتی سالها و حتی ساعتها میتونه زنده بمانه. خب در هرچه حرارت پایین باشه به همون اندازه بیشتر زنده میمانه، در سطوح استیل و سطوح فلزی به مقدار بیشتر زنده میمانه و همچنین پلاستیکایی که ما در داخل از اون مواد خریداری میکنیم میتونه بیشتر زنده بمانه و خیلی هم ما در تماس هستیم. خب اگر دما بالا بره، چون گفتن تا دمای 20 درجه و بالاتر از این ویروس تقریبا قابل حیات نداره یا مقدار از اینکه بتونه زنده بمانه و شیوع از بیشتر شه و کمتر بشه، پس این امیدواری را ما داریم و همچون یک ویروس جدید هست قطعی برای شما نمیتونیم بگیم، این امیدواری را داریم که با دمای بالا و با گرم شدن هوا کمتر بشه، ولی باز هم باید برای شما بگم اگر هوا هم گرم بشه مردم ما رعایت کافی رو نداشته باشن، قرنطینه رو رعایت نکنن، باز هم ما پیروز نخواهیم شد تا از این بحران بیایم بیرون. پس دوستای عزیز، هر کدوم شما یک نماینده هستین، یک رسانه هستین برای اعضای خانواده خود و برای همسایه ها و دوستان خود که توصیه بکنیم برای ازنا که مسائل بهداشتی رو رعایت بکنن و همچنین در خانه بمانن در حد امکان. و دوستای عزیز، من از همین صفحه که صفحه مدافعین خط مقدم سلامت هست که سایر دوستان ما از کمیته های مختلف که در گروه مبارزه با کرونا هست، کمیته ارتباطات ما، کمیته مالی و اداری ما، کمیته مطبوعات ما و کمیته تهیه توزیع و کمیته دکتران رضاکار، من از بنمایندگی همه از شما خواهش میکنم و از شما این تقاضا رو میکنم و شما رو دعوت به همبستگی میکنم و از طریق همین صفحه از کسایی که ثروتمند هستن، از کسایی که تاجر هستن، لطفا ما رو حمایت بکنین و همین که اگر توانایی از زیر دارین که به همسایه خود یا به یک فرد بی‌بضاعت کمک بکنین، لطفا حداقل برای یک ماه دریغ نکنین. کسایی که خانه‌دار هستین، کسایی که مستاجر دارین، اونا میتونید به افراد پایین دست خود کمک بکنین که خودش یک کار بسیار نیک هست. خب سوال بعدی گفته دستکش و ماسک از کرونا جلوگیری میکنن. خب راه انتقال شما میدنیم، راه انتقال میدنیم که عبارت از دست های آلوده هست و یکی دست های آلوده را ما میتونیم به اطراف صورت و به چشم خود بزنیم و آلوده کنیم هم خود را هم بقیه را. خب طبعا دستکش بپوشیم، ماسک هم بپوشیم، اینا محافظت کننده هست، ولی دوستای عزیز من باید برای شما بگم که همین دستکش و ماسک خودش منبع آلودگی هست، یعنی اگر ما استفاده کردن از درست ماسک و دستکش رو بلد نباشیم، این خودش میتونه هم عفونت به خود ما انتقال بده هم به دیگرا. یکی دستکش بپوشیم و به سر و صورت نزنیم و به وسایل بقیه نزنیم و این دستکش بهداشتی در بیاریم و
بعد دستای خود بعد از پوشیدن دستکش هم در آوردن دستکش هم بشوییم، یا قبل و بعد از پوشیدن ماسک دست خود بشوییم. ماسک وقتی می پوشیم دست خود به اطراف ماسک نزنیم، به اطراف چشم نزنیم، چون اینا خودش خیلی مهم هست. خب خب سوال پرسیدن دوست ما، خب به ترتیب جواب میدم. دستکش و ماسک. پرسیدن آیا کسی که بهبود یافتن کدام ادویه گرفتن؟ خب دوستی عزیز، من باید در جواب شما بگم که این بیماری هنوز درمان از کشف نشده، یک بیماری تازه در حد 2 ماه میتونه باشه، پس ما هنوز درمانی برای از این نداریم، واکسن هم نداریم. واکسینی هم که فعلا یک سری آوازه ها هست که در کشورهای مثل آلمان و آمریکا میخواد ساخته شود، اونا تا به مرحله تولید برسه و به مرحله ازی به قول اصطلاح عامیانه ما مرحله ازی سمزدایی هایی که ضررهای از او برطرف شه باید امتحان شود روی چندین تا فرد و یکم زمان بره و تا تولید شود. خب پس ما فعلا نه واکسین داریم نه دارو داریم. یک سری داروها داریم که ما او داروها را برای همه نمیدیم، فقط برای کسان اینجا ما میدیم که اونا یک بیماری زمینه ای داشته باشه، مثل فشار خون یا قند خون یا امی افراد استعدادپذیر که برای شما گفتم، و یا کسایی که تنگی نفس شدید داشته باشه که ما اونا را وقتی در شفاخانه تحت نظر میگیریم او داروها را برایشان میدیم، یا او داروها را برای کسانی فقط تجویز میکنیم که علامت دارن که ما محض احتیاط و به اصطلاح برای شما بگم به صورت دلخوشی ما میدیم. ولی خب طوری هست که در کشور چین و خیلی از کشورهای دیگه گفتن این داروها کمک کننده است، چون این وایرس یک وایرس هست که تقریبا علائم از او از 3 تا ویروس هست، از HIV، از ایبولا و از ویروس آنفولانزا، یعنی علائمی که داره تقریبا از 3 تا ویروس هسته، و داروهایی هم که داده میشه تقریبا داروهایی هست که از این ویروس ها هسته، ولی خب داروهای قطعی نیست و ما نمیتونیم قصی بگیم دارو داریم، پس تقریبا درمانی برایش نداریم فعلا. درمانی که صورت میگیره هم در خانه و هم کسایی که در بیمارستان بستری میشه درمان حمایتی هست، درمان علامتی هست. مثلا اگر مریض تب داره ما تب بر بهش میدیم، و اگر مریض مثلا سردرد داره مسکن برایش میدیم، و هم مریض از لحاظ تنفسی از لحاظ قلبی ما مانیتور میکنیم یا تحت نظر میگیریم، و اگر در منزل باشه ما توصیه میکنیم که در خانه باشن و مایعات زیاد و مایعات گرم استفاده بکنن. معذرت میخوایم. بله سلام، تشکر، سلام باشه. مریض داریم؟ باشه، من 5 دقیقه دیگه میام. تشکر، خلاص. خب ببخشید دوستای عزیز، من مریض هم دارم. خب در این قسمت پس داری فعلا نداریم. کسی که به این مرض مبتلا شود خاطرین مشکل چیست؟ خب دوستای عزیز، 80% جامعه ما باید برای شما بگم که به این بیماری مبتلا میشه تقریبا، اگر رعایت نکنیم، اگر قرنطینه رعایت نکنیم، مسائل بهداشتی را رعایت نکنیم، 80% افراد میتونه مبتلا شود. و ای که ما 80 تا 90% مریضا را ما میگیم در منزل استراحت کنن و علایمشان علایم حاد نیست، کسایی هستن که زمینه تنفسی و مسائل ندارن، و ما میگیم علامت هم که داری حتی اگر تستت مثبت هم میشه باز هم برات کاری انجام نمیتونه بشه، او داروهایی که براشون گفتیم میدیم و میگیم در منزل استراحت کنن، مایعات گرم استفاده کنن، و همچنان از لحاظ میوه، از لحاظ مسائل ویتامینی و چیزا ما اونا رو حمایت میکنیم. خب من در ویدیو رو گذاشتم، اگر دوستا بخواین که میتونن افرادی که بیشتر در معرض خطر اونا رو ببینن. جهت چطور انتشار میوز در افغانستان کم است. خب دوست عزیز، افغانستان یک کشور استثنایی نیست، کشورهای دیگه مثل اروپا، مثل آمریکا، اونا کسایی هستن که از لحاظ بهداشت خیلی از ما و شما پیشتر هست، از لحاظ امکانات هم خیلی از ما و شما پیشتر هست، پس اینطور نیست که انتشار از این ویروس کم باشه در کشور ما. فرهنگ ماست که خیلی از مردم ترسیدن و میگن که مثل یک عیب باشه که طرف کرونا داره، مثلا شاید نخواهن بروز بدن، یا اگر علامت دارن از ترس در جامعه حاضر نشون، و چون ما آمار دقیق هم نداریم و این آماری که هست شاید آمار خیلی واقعی نباشه. جواب دوست مورد دادم که دوباره میگیرن یا نه؟
خب این که آیا هوا گرم بشه فروکش میکنه یا نه، ایرم جواب دادم. آیا میزان درجه حرارت بدن خب در روند رشد و پیشرفت این ویروس تاثیر دارد یا نه؟ خب در جواب سوال شما بگم که خب این ویروس به درجه حرارت بدن ارتباط زیاد نداره، بیشتر به طریق انتقال خودش رفت داره و بیشتر به درجه حرارت همون محیط مبستگی داره، وگرنه کسی که مریض میشه خب تب میکنه، درجه حرارتش خیلی میره بالا. خب بو یک سیستم دفاعی است، ولی کسی که سیستم بدنش خودش مثلا معمولا کسی هست که دمایش بالاتر هست زیاد نمیتونیم رفتی به این از قضیه بدیم. خب خب و طبقه که امروز همه دنیا، خب دوست عزیز من برای شما بگم که ماسک های ساده او حفاظتی لازمه نداره، چون میتونه منافذش باز بشه و خب در صورت ما فیکس نشه، ولی خب قطرات تنفسی و قطرات بزرگ رو میتونه پیشگیری بکنه، و هم استفاده از ماسک های پارچه‌ای بازم اون محافظت لازم را نداره. خب سازمان جهانی بهداشت گفته که خب همه ماسک استفاده نکنن، ولی خب راه انتقال چون گفتن از طریق هوا انتقال نمیکنه، ولی خب تحقیقاتی که پزشکای راه دادن و مطالعات کردن از راه هوا هم انتقال میکنه، یعنی کسی که در هوا سرفه کرده یک مریض مبتلا تا 1 ساعت 1.5 ساعت و حتی بعضی ها گفتن تا 8 ساعت میتونه در هوا معلق بشه و کسی که از اونجا رد میشه میتونه به ویروس مبتلا بشه. پس ترجیحاً ما احتیاط بکنیم، ماسک بزنیم، ماسک بزنیم، چون مطالعات لازم هم صورت نگرفته، و همین که سازمان جهانی بهداشت به خاطر از اینکه ماسک گران شد و خیلی مسائل دیگه شاید بخواین از این لحاظ یکم مراعات بکنن و چیزی نگوین و بگن که افراد سالم ماسک استفاده نکنن، و همین که ما ماسک ترجیحاً استفاده بکنیم، چون در جامعه ما افرادی که حتی علامت دار هستن در جامعه ظاهر میشن و مراعات نمیکنن، ما برای خود ما هم که شده ماسک استفاده بکنیم. خب خب از لحاظ ویتامین ها من برای شما بگم که تقریبا آخرین سوالیه که من جواب میدم. دوستای عزیز، کسایی که ویتامین سر به خود نباید استفاده کنی، ویتامین سی، ویتامین دی یا هر چیز دیگه که استفاده میکنی، اینا برای خودش یک دوز مشخص، یک مقدار مشخص داره که باید استفاده شود، و اگر بیشتر از او شود ما مسمومیت با دارو را خواهیم داشت. چه خوشکن یا آنتیبیوتیک که بی خود و سر به خود استفاده نکنید، چرا که بازو وقت ما مقاومت های آنتیبیوتیکی را و مقاومت به چرخشکان خواهیم داشت که در اون صورت درمان شما اگر خدای نکرده مریض شوید خیلی مشکل خواهد شد. پس در و یک چیزی که هست من باید برای شما بگم، درسته ویتامین دی، ویتامین سی و این مسائل دیگه برای سیستم ایمنی و تقویت سیستم ایمنی خیلی مهم و ضروری هست، ولی به معنی این نیست که ما فعلا سر به خود ویتامین استفاده کنیم برای از اینکه از کرونا جلوگیری بکنیم، نه اینطور مسئله نیست. پس ویتامین ها سیستم ایمنی ما رو بالا میبره، ولی جلوگیری از کرونا نمیکنه. پس هر چقدر سیستم ایمنی ما بالاتر باشه، ما راحت میتونیم با همه مریضی ها از جمله کرونا ما میتونیم مقابله انجام بدیم، و توصیه میکنم که سر به خود ویتامین ها رو و مخصوصا ویتامین دی که ما با توکسیسیتش یا مسمومیتش برای شما ایجاد نشه استفاده نکنیم. خب یک دونه تشکر میکنم. خب از اینکه توجه کردین دوستای عزیز، و همینطور هر شب ما ساعت 9 برنامه من هم یک پزشک هستم را ارائه میدیم. دوستای خود کسایی که فامیلایی که هستن میتونن بگیم پیج ما رو لایک بکنن و اطلاع بدن تا به عنوان یک منبع اطلاع رسانی باشیم از طریق آنلاین و فیسبوک، همه در خانه دارن، و هر شب یک پزشک یا از خارج از کشور، از کشورهای دیگه یا از افغانستان میاد در مورد ویروس کرونا صحبت میکنه و به سوالات شما جواب میده، و اگر علائمی دارین میتونین حتی علائم خود رو با ما شریک بسازین و ما برای شما مشوره بدیم. خب یک دنیا تشکر میکنم، ما رو حمایت بکنین، دکترای عزیز ما رو که در ولایت های مختلف هستن من اونا رو دعوت میکنم به همبستگی با دکتران گروه دکتران رضاکار که از ولایت مختلف و در این شرایط بحرانی ما مردم عزیز خود کمک بکنیم، و این پایگاه های تلفنی و برنامه من هم یک پزشک هستم و مبارزه در پایگاه ها یا مراکز کرونا که وزارت صحت عامه برای ما معرفی میکنه، و سایر برنامه هایی که ما فعلا با دوستا روی دست گرفتیم
و من از راه دور دارم با دوستا شیر میکنم و اونا با من نظرات خود شیر میکنن. من از اونا کمال سپاسگزاری رو هم دارم و از احساسات از اونا در این ویدیو و کسایی در پیش روی کسایی که ویدیو رو میبینن، من کاملا از اونا تشکری میکنم و از دوستایی که در سایر کمیته ها و کمپاین های خیابانی توزیع ماسک و یه مسائل دیگه که ما روی دست داریم برنامه را میندازیم، من از اونا کاملا تشکری میکنم. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم و از شما خواهش میکنم که تا حد امکان در منزل بمانید و مسائل بهداشتی خود و شستن دستها را رعایت بکنید. موفق و پیروز باشید.